درود دوباره به دوستان عزیزم و خب امروز میخوام دوباره یه مسیر دیگه ببرمتون که احتمالش خیلی زیاده توی مسیر قرار امتحانتون رو بدید. قصد من فقط آشنایی شما با علائم تابلوها و نه اینکه فقط یه مسیر رو بهتون نشون بدم هست. و خب همراه من باشین، لطفا این کانال رو دنبال کنین، منو حمایت کنین اگر کمکی براتون بود و خب خوشحال میشم. خب دوستان به خروجی میگم برونید، میان بیرون با احتیاط، اینجا خیلی تنگ هست، باید مواظب باشید. استوب میکنید اینجا، یه نگاه میکنید چپ و راستتون، میایین این سمت، میخوایم بریم دست راست، نگاه میکنید کامل، حق تقدم به همه میدید، شما دارید از فرعی و اصلی میایید، سه نگاه ها انجام میدید. اینجا 50 تا هست، لطفاً دو دسته از جای درستش فهمونو بگیرید، 50 تا. وسط خطکشی رانندگی کنید، روی خطکشی نرید، این وسط هم میبینید که خطکشی ممتد هست. بهتون میگن دست راست بپیچید، سه نگاه از همین الان انجام میدید، میان جلو، به کسی لازم نیست حق تقدم بدید، فقط به نقطه کور ماشین نگاه کنید. خطکشی دوچرخه هست، حواستون باشه رو خطکشی دوچرخه نرید، 50 تا. خیابون اصلیه. بهتون میگن چهارراه جلوی بپیچید دست چپ. سه نگاه از قبل انجام میدید، راهنما رو میزنید. میاید توی لاین سمت چپ، چراغم سبز، برید راحت. هیچ مکسی لازم نیست بکنید. فلش هست برای شما فقط سبز. سه نگاه انجام میدید. اینجا هم دوباره خطکشی دوچرخه است، حواستون باشه رو خطکشی نرید، با این خطکشی وسط بپیچید. خیلی هم خوب، دوچرخ سوار هم هست، باید از سبقت بگیرید، سریع سه نگاه انجام میدید، سبقت میگیرید، دوباره برمیگرده تو لاین خودتون با سه نگاه. بهتون میگم میدون خروجی دوم خارج بشید. دارید به میدون نزدیک میشید، سرعتتون رو کم میکنید. اگر مجبور بودید وایسید، وایسید، چون که کسی که راهنما میزنه یعنی میخواد این وقت خارج بشه، شما اجازه دارید. آروم وارد میشید، دنده دو، سه نگاه انجام میدید، خروجی خارج میشید. خیابونم اصلیه، 50 تا. فاصله ایمنی با ماشینایی که پاک شده رو بکنید، داشته باشید. اونجا ایستگاه اتوبوس بود، جایی که ماشین وایساده بود. اگر اتوبوس وایساده بود و راهنمای سمت چپش رو زد، حتما بهش حق تقدم بدید. تابلو 30 تا شروع میشه، از اینجا سرعت 30 تا هست. دنده دو، خیابون اصلی هست ولی بازم سرعت 30 تا هست، چون که کنده کاریه، ممکنه بعدها اینجا باز بشه، دوباره 50 تا بشه و بتونی مستقیم بری. خیابون اصلی داره بهتون میگه اصلی و فرعی کجا هست. ببینید علامتش هم هست، دارید به ریل قطار نزدیک میشید. حالا دقیقا تو ذهنم نیست هر خطکشی چقدر هست، ولی خب اینجا زده 80 متر، هر خطکشی 80 متر هست، اگر دو تا خط بود یعنی 160 متر، 80 متر دیگه به ریل میرسید، همون سرعت 30 تا میمونید. ببینید ممکنه این شرنک ها کار نکنه، به خاطر همین شما باید حتما نگاه بکنید سریع. و دنده دو هستی، سریع شتاب بدید، رد کنید، برید، بیشتر از 30 تا هم نیاد. 30 تا، دوباره تابلو تکرار میشه، خطکشی عابر پیاده است، مواظب هستید. ببین ممکنه این ور بگم بریم به سمت اتوبان، یا این ور بگم مستقیم برید دست راست، دست اول دست چپ بعد دست راست، ما میریم این مسیر رو. ببینید فلش زده هر دو طرف 30 تا، این تابلوه، یعنی شما هر طرفی که رفتید سرعت همون 30 تا مونده تا تابلو بعدی بیاد. ما میخوایم بریم دست چپ، راهنما رو میزنم، از قبلم دارم نگاه همون میکنم، موقع پیچیدنم دوباره نگاه میکنم. اینجا
به صورت اصلی از خیابون اصلی دارید میپیچید، چراغ سبز شد، از روبروتون اگه کسی میومد باید اینجا وایسید بهش حق تقدم بدید، کسی نمیاد، میپیچم 30 تا دنده 2 تا 30 تا تموم بشه، به همین خیابون اصلی میگن ادامه بدید، خیابون اصلیه. ببینید این جلو تابلو 30 تا تموم میشه، محدوده 30 تا میشه 50 تا، شتاب میدید، چراغ هم داره سبز میشه، پنجاه تا به راهتون ادامه میدید. ببینید اینجا تابلو زده ربع تموم شد ولی بغلش دوباره زده تابلو 50 تا. خب خیابون اصلی نیست، 50 تا باید برید. منظورشون خیابون اصلی جاده اصلی، جاده خارج از شهر، جاده خارج از شهر نیست. هنوز منطقه مسکونی هست. رو خطکشی ها نرید لطفا، وسط خطکشی برونید. ببینید تابلو زده جاده داره تنگ میشه، کنده کاری هست ولی خب چیزی سر راهتون نمیبینید. ببینید اینجا زده دوباره کرمبخ، غیر از خیابون اصلی 30 تا، خیابون فرعی نه، اینکه اینجا 30 تا برید، اینجا هنوز 50 تا هست. تکرار میکنم، هزاران بار گفتم ولی بازم موقع امتحان میبینم خیلی هول هستن، ترمز میزنن، سرعت رو میکنن 30 تا. دارید به میدون نزدیک میشید، به میدون که رسیدی بهتون میگن اکثرا خروجی دوم، جایی هست که یه خورده تندتر باید برید. این 30 تا برای این کوچه بنبسته هست، برای اینجا نیست. به میدون رسیدید، اون ماشین هنوز طول میکشه تا بیاد، من میتونم راحت برم. موقع خروج سه نگاهتون انجام میدید، زیاد طولانی مدت هم نه که حواستون از جلو پرت بشه. خیابون اصلیه، هنوز 50 تا هست. ببینید اینجا وسط بوته ها این تابلو 80 تا قایم شده، از اینجا به بعد چشمتون رو باید باز کنین. کرمباخ تموم شد، 80 تا، 80 تا. شتاب میدید، شتاب میدید، از هیچی نترسید، جاده باز هست، با احتیاط 80 تا میرید. دنده 4 سرگاز. پیچ میاد و دارید به میدون نزدیک میشید، معکوس میدید، یکم دوباره گاز میدید، سرعت رو میارید بالا. ببینید دارید به میدون نزدیک میشید، میگن خروجی دوم، خارج بشید به سمت وین کراتس اوست. 80 تا تموم میشه، رسید به میدون، وارد میدون میشید آروم. ببینید خروجی اول، خروجی دوم به سمت وین کراتس. ببینید بهتون میگن تو همین لاین بمونید به سمت کراتس اوست. 70 تا هست اینجا، تابلو رو میبینید، به سمت کراتس 70 تا. درست اتوبانه ولی اینجا 70 تا هست، چون که خیلی پیچ و مارپیچ هست و خروجی و ورودی زیاد داره. میگن لاین رو عوض کنید، سنگاه رو انجام بدید. ببینید همزمان سنگاه رو انجام دادم، راهنما هم زدم، چون که اطمینان خاطر از قبل داشتم ماشین و موتور چیزی بغل دستم نیست. رو خطکشی این بغل نرید، وسط خطکشی رانندگی کنید. راهنما رو خاموش میکنید. ببینید اینجا تابلو میشه 100 تا، اینجا باید ماشین رو دیگه شتاب بدید، سرعت رو برسونید به 100 تا. بهتون میگن ربع خارج بشید، از 90 تا به بالا دنده 5 استفاده کنید. ادی بچه ها لطفاً کانال دیگه من واسه موتور سواری هست، حالا لینکشو این بالای ویدیو میذارم، اونو هم دنبال کنید، ممنون میشم ازتون. 100 تا. اگر اینجوری شد ماشین پیچید جلوتون، یک کم پاتون از رو گاز وردارید، بذارید فاصله زیادتر بشه. ربا بهتون میگن خارج بشید، سه نگاه رو انجام میدید، میایید توی خروجی، معکوس میدید، 5 4 3 2، میتونید راهنما رو خاموش کنید.
معکوس، ترمزم میزنید همزمان، میانید تو لاین سمت چپ، راهنما میزنید توی لاین سمت چپ هستید، میخواییم به چپ بپیچین، چراغم سبز، نه چشمک زد، بهتره که وایسید. بچه ها اینجا این چهارا خیلی جالبه، اگر روبروتون ماشین وایستاده بود اینجا همزمان هم برای شما ثبت میشه هم برای روبروتون. باید به روبرویاتون حق تقدم بدید، یعنی این که بیاین تا وسط خیابون وایستید، بذارید اونایی که مستقیم میخوان برن یا سمت چپتون بپیچن، سمت راستتون بپیچن، بتونن بپیچن. توی ویدیوهای دیگه توضیح دادم، حالا لینکش هم این بالا میذارم. اوکی، چراغ سبز شد، از روبرو ماشین نمیاد، من سریع میتونم راحت حرکت کنم. سه نگاه همو انجام میدم، 60 هست اینجا، شتاب میدید ماشینو، دنده 3، چراغ جلو هم سبز هست، اگر تونستید رسیدید بهش، سه نگاه انجام میدید. آره رسیدیم به چراغ خطر، آروم حرکت میکنید اینجا، دنده 2، پیچ خیلی تند هست. بچه ها از اینجا به بعد 30 تا میشه، مواظب باشید، 30 تا رو آسفالت هم کشیده، 30 تا رو. خط کشی عابر پیاده قبلش بود، باید یه نگاه روی پیاده رو بکنید. ببینید اینجا تابلو خیابون اصلی میاد، یعنی قبلش فرعی بود، از اینجا به بعد اصلی میشه. اینجا باید ماشین رو شتاب بده، دنده 2 شتاب میدید، یه کوچولو 3 میکنید، 40-45 تا، چون که جلو ریل قطار هست، باید از قبل‌تر نگاه کنید، قطار این ور نمیاد، اینجا هم نمیاد، یه معکوس نگاه میکنید، بازم برید، قشنگ میان جلو نگاه میکنید، پندپلیک یادتون باشه، خیابون اصلیه، باید به خیابون اصلی ادامه بدید. بهتون میگم راهنما زدید نزدید یکم احتیاط بکنید اینجا، با اینکه خیابون اصلی است، ولی حق تقدم با شما هست، لازم نیست برای کسی 100% ترمز بزنید وایسید. اگر تصادفی چیزی قرار بود پیش بیاد، یکی ندید اومد وارد شد، اونجا رو باید ترمز بزنید، ولی حق تقدم در کل با شما هست، یعنی حتی تصادف هم پیش اومد مقصر شما نیستید. دوباره بهتون میگم برگردید به سمت پارکینگ، توی ویدیوهای قبلی دیدید، و خب اینجا هم حق تقدم با شما هست اگر ماشینی وایساده بود. اینجا هم دوباره برمیگردید توی گاراژ. بچه ها امیدوارم که تونسته باشم همه چی رو براتون خوب توضیح داده باشم. گوش بکنید لطفاً به تمام نکاتی که توی این ویدیو میگم، لطفاً گوش کنید، دقت کنید تا امتحان قبول بشید. امتحانو ساده نگیرید، ممکنه خیلی سخت‌تر از این چیزی باشه که براتون توضیح دادم. امیدوارم که موفق بشید، لطفا منو حمایت کنید، خوشحال میشم ازتون. خدا نگهدارتون، بای بای.